در مراسم تشییع بیتا فرحی و پروانه معصومی چه گذشت؟ اتفاقات جالب و جنجالی در این مراسم رخ داد. صحبت‌های بازیگران در این مراسم انجام دادن که با هم دیگه اون صحبت‌ها رو میشنویم و بعد میریم سراغ تشییع جنازه پروانه معصومی که در جمعیت خیلی کم برگزار شد و باعث تعجب شماست. خجالتی بود، نمیدونم. با صفا و بی‌ریا بود. خصوصی ترین مسائل و عواطف رو با ظرافت میتونست به زبان بیاره. با او اصل مطلب در جریان بود، بی هیچ تعجبی. غرور بیتا نمیدونم از کجا بود، فکر کنم اصلا نبود، انگار حواسش اصلا به این موضوع نبود. فکر کردن به او و حالتهاش اشکم رو در میاره. یک انسان واقعی حواس جمع بود. من رو یاد وضعیت انسانی خودمون میاندازه وقتی واقعا فقط انسان هستم و حواسم جای دیگه نیست. این صحبت‌های لیلا حاتمی در مراسم تشییع بیتا فرحی بود. صحبت بقیه بازیگرها و چهره‌ها رو هم می‌شنویم. یکی دیگر از همکاران عزیز فرهیخته و خردمندمون رو از دست دادیم. این چه سونامی وحشتناکیست که طی این دو سه سال اخیر سراغ ما و علاقه‌مندان به سینما افتاده. من هیچ وقت تمایل نداشتم در مراسم درگذشت یکی از همکارانم صحبت بکنم. دلم میخواست در بودنش صحبت بکنم. در این فرصت کوتاه فقط میخوام اشاره کنم که کار ما شده این که به جای زندگی از مرگ سخن بگوییم، به جای نور و روشنایی از علی زنده وکیلی هم در مراسم تشییع بیتا فرحی بود و حتی ماجراهایی که اونجا رخ داده و ماجرای تشییع جنازه پروانه معصومی که بهتون میگم جریانش چی بود. بریم با هم دیگه ببینیم. یا ورش سایش شما در متنی جالب در رابطه با بیتا فرحی اومده بود که به خاطر همون مراسم تشییع و یه جورای خاک سپاریش گفته که مرا در قطعه هنرمندان خاک نکنید، در کنار مردم عادی و مادرش دفن کنید، که همچنین وصیت نامه خانم بیتا فرحی کرده. به خاطر همین در اون مکان نبود و در همچین مکانی که شما مشاهده کردید. از همینجا من درود میکرسم به همه کسایی که در شرایط سخت عیر و امان، در سرما و گرما و آلودگی و تصویر هوایی از مراسم دفن و تشییع خانم بیتا فرحی رو دارید مشاهده میکنید. تصویری کاملا واضح از حضور همه در این دیگه از اتفاقات جنجالی که رسانه های مختلف حتی حمید فرخ نژاد هم راجع بهش استوری گذاشت که نوشت بزرگ مثل بنی اعتماد، حضور رخشان بنی اعتماد با پوشش اختیاری در مناسب تشییع بیتا فرحی بود که حالا بهتون میگم این خانم اصلا کیه که بدون حجاب در مراسم خاکسپاری بیتا فرحی حضور. رسانه ها نوشتن رخشان بنی اعتماد کارگردان ایرانی
در مراسم تشییع پیکر ویتا برهی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، بدون حجاب اجباری حاضر شد. در این مراسم که صبح سه‌شنبه 7 آذر برگزار شد، جمعی از هنرمندان سینما ایران برای وداع با ویتا برهی به خانه سینما آمده بودند و این فرد یه جورایی کارگردان ایرانی و این چیزی بود که رسانه‌های خارجی در رابطه یعنی خارج از ایران نوشته بودند که این خانم هم متأسفانه در سن 65 سالگی فوت کرده، خانم ویتا برهی، که این افراد هم در مراسم تشییع اون حضور داشتن و در کنار اون هم رسانه عکسی از ویتا برهی در کنار دخترش مهسا قریشی، همون فردی که اسم زده روش، یه جوری منتشر کردن و این دختر رو در دو قاب متفاوت عکس برداری کردن، زمانی که در کنار مادرشه و زمانی هم که در مراسم تشییع مادرش هست که دارید در این عکس مشاهده میکنید. آناهیتا همتی به همراه همسرش، همین دو نفر، در این مراسم حضور داشتن. نیکی کریمی هم در این اینستاگرامش نوشت: چقدر سخت این روزها، غم از دست دادن این عزیزان، داریوش مهرجویی و بعد هم خانم ویتا برهی. خانم برهی در آخرین فیلمی که تهیه کردم سال گذشته بازی کرد، برایش راحت دبو دبو آمد، با اینکه ناخوش بود اومد، خانم بود، بی ادعا و با متانت بازی کرد و رفت، بی حاشیه و سر به زیر و مؤدب، دنبال چیزی نبود که میانه گپ‌های کوتاه اتاق گرین بخواید پیدا کنید. دونه دیده و دنیا گشته بود و غیره که همچین چیزی رو نوشت. و بریم سراغ بقیه حواشی عجیب غریب و جنجالی که رخ داد. بریم سراغ خانم پروانه معصومی. همونجوری که دیدید مراسم تشییع خانم پروانه معصومی، هم که حالا پرچم ایران روی تابوتشون بود و همین که حالا دارید اینجا مشاهده میکنید که خیلی راجع به اینم صحبت کردن داخل فضای مجازی و اینترنت و همین که دیدید که چجوری مراسم برگزار شده، در یک سالونی بوده و خانم ویتا برهی هم در خانه هنرمندان بوده، یعنی در دو جای مختلف امروز این دو بازیگر تشییع شدن. حتما نظرتون هم داخل کامنت ها بنویسید. واکنش برزو ارجمندم جالب بود، نوشت: روحتان شاد بانو، عقایدمون با هم یکی نبود ولی شما بازیگر بی‌نظیری بودین، بسیار از شما آموختم، که برزو ارجمند همچین واکنشی نشون داد. یا مثلا احسان کرمی نوشت: هنرمندان زیادی بودن که به دلایل نه چندان قابل درک خود عاملی برای تخریب مقبولیتشون شدن، اما در نهایت چیزی که از اونها در ذهن مردم میمونه هنرشونه و این از معجزات هنره. خانم پروانه معصومی از این دست بودن که در رابطه با همون قضیه بازم صحبت کردن. همونورم پرستو صالحی در رابطه با شباهت خودش به خانم پروانه معصومی، جوونی های پروانه معصومی، نوشت و در نهایت هم تسلیت گفت: حتما نظرتون رو در رابطه با مراسم هایی که امروز برای خانم های پروانه معصومی و ویتا برهی برگزار شد در بخش کامنت ها بنویسید. البته در این مراسم هم گفتن یک سری درگیری ها انجام شده به خاطر اون تغییر عقیده و چیزی که هست، و اگه عکسی هم مثلا منتشر کردن بعضی از رسانه‌ها که بهتون در چند ثانیه آینده نشون میدمش، و یه جورایی گفته شده این یه جورایی شیطنت بعضی عکاسان بوده، بعضی بعد عکس گرفته شده و یه جورایی مثل حالت درگیری و دعوا، و بعد در بعضی از رسانه‌ها راجبش صحبت کردم به صورت جدی که در این ویدیو گفتم برای شما بذارم، و فکر کنم که همچین چیزی اصلا نبوده. و خیلی خیلی ممنونم که تا اینجا به این ویدیو نگاه کردید، خیلی خیلی دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. مرامی یه دکمه است، خیلی عشقید، دمتون گرم.